بینندگان عزیز سیمای آزادی، سلام بر شما. توجه شما رو به ادامه اخبار این ساعت جلب میکنیم. اعتراضات به توخش اسیدپاشی توسط باندهای حکومتی به زنان همچنان ادامه دارد. دانشجویان دانشگاه بابل در مازندران در همبستگی با مردم اصفهان و در اعتراض به اسیدپاشی های عوامل خامنه‌ای اقدام به پخش شبنامه های اعتراضی کردند. روی این شبنامه ها شعار مرگ بر حکومت فاشیستی نوشته شده بود. دانشجویان دانشگاه ایزه در خوزستان نیز با نوشتن شعار بر روی اماکن این دانشگاه، من جمله شعار خواهرم سوخته از اسید قربانی ولایت یزیده، توخش عوامل خامنه‌ای در اسید پاشی به زنان و دختران را محکوم کردند. خانواده شیرکوه معارفی به همراه دوستان، یاران و جمعی از مدافعان حقوق بشر در بانی در کردستان بر مزار وی گرد آمده و سالگرد شهادت او را گرامی داشتند. شیرکوه معارفی به اتهام همکاری با یکی از گروه‌های کردی به اعدام محکوم شده بود و روز 13 آبان سال 1392 به دست جنایتکاران ولی فقی در زندان مرکزی شهر سقز اعدام شد. ایرج حاتمی و علیرضا فراهانی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان گوهردشت کرج، 33 روز اعتصاب قضای خود را پشت سر گذاشتند. این دو زندانی سیاسی که از صبح روز 9 مهر در اعتراض به انتقال خود به بند زندانیان عادی دست به اعتصاب قضا زده اند، در وضعیت وخیم جسمی قرار دارند. علیرضا فراهانی و ایرج حاتمی از افسران سابق نیروهای نظامی هستند که در پی قیام سراسری سال 88 بازداشت و محکوم به زندان شدند. به گزارش خبرگزاری رویتر، گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان خواهد داد که رژیم ایران همچنان به سوال‌های آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای نظامی خود پاسخ نداده است. رویتر می‌نویسد به گفته دیپلمات‌ها انتظار می‌رود گزارش جدید آژانس نشان می‌دهد که تحقیقات درباره فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای رژیم ایران پیشرفت ناچیزی داشته است. این عدم همکاری میتواند مانعی در مذاکرات کشورهای 5+1 با رژیم ایران ایجاد کند. گزارش فصلی آژانس که قرار است 3 پنج شنبه یا جمعه به کشورهای عضو داده شود، به احتمال زیاد تصریح خواهد کرد رژیم ایران همچنان اطلاعاتی را که قرار بود بیش از 2 پیش ارائه کند، ارائه نکرده است. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی سخنانی با تاکید بر اینکه آژانس قادر نیست ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای رژیم ایران را تایید کند، از رژیم خواست اقدامات عملی توافق شده را به اجرا بگذارد. وی که گزارش سالانه فعالیت‌های آژانس را به مجمع عمومی ملل متحد ارائه می‌کرد، در سخنرانی خود گفت ما قادر نیستیم درباره فقدان مواد و فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای در ایران تضمین معتبری ارائه کنیم. از این رو آژانس نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که همه مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده می‌شود. مدیر کل آژانس افزود برای حل و فصل همه مسائل باقی مانده بسیار مهم است که رژیم ایران به موقع همه اقدامات عملی توافق شده را به اجرا بگذارد. کیهان خامنه‌ای مذاکرات 3 وزیران خارجه آمریکا و رژیم ایران و کاترین اشتون را که قرار است طی روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط برگزار شود، به باد حمله گرفت. کیهان در توضیح موضع ضعیف رژیم در مذاکره با آمریکا نوشت تبدیل مذاکرات 7 به مذاکرات 2 با آمریکا با حضور تشریفاتی و پوششی کاترین اشتون خطای استراتژیکی بود که موجب طلبکارتر شدن آمریکا گردید. با وجود برخی اقدامات نابجا در این زمینه که در جریان مکالمه تلفنی روحانی اوباما آغاز شد، طرف آمریکایی حتی نیم نگاهی هم
به اعتماد سازی و تعامل دو جانبه ندارد. کیهان خامنه ای افسود آمریکا طی چند مرحله امتیازاتی نظیر توقف فعالیت‌های مربوط به تکمیل راکتور آب سنگین عراق را اخذ کرد و اکنون نیز خواستار توقف فعالیت حدود 5000 سانتریفیوژ از مجموع 10000 سانتریفیوژ فعال در نطنز است. در این حال همچنان خبری از لغو تحریم‌ها نیست. وزارت خارجه بحرین ادعاهای سخنگوی رسمی وزارت خارجه رژیم آخوندی را تحریک‌آمیز و سخیف توصیف کرد و هر گونه دخالت این رژیم در امور داخلی بحرین را محکوم کرد. وزارت خارجه بحرین اعلام کرد علت دخالت‌های رژیم در امور این کشور فرار از مشکلات داخلی و منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌های دامنگیران است. مرکز ملی علوم آمریکا NSF گزارش داد رژیم ایران در پدیده فرار مغزها از جمله محققان، آکادمیسیان‌ها، فارغ التحصیلان دانشگاهی که برای به دست آوردن کار و زندگی بهتر از کشور خود فرار می‌کنند، مقام دوم را در سطح جهان بعد از چین اشغال کرده است. در این گزارش تأکید شده سالانه 150000 فارغ التحصیل دانشگاهی ایران را ترک می‌کنند. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در طی سالهای 2011 و 2012 حدود 48.8% از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران در جستجوی کار و فرصت بهتر برای زندگی کشور را ترک کردند. خبرهای از عراق و منطقه. رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر کانادا طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک بر ضرورت فراگیری در عراق تأکید کردند و آن را عامل موثری برای غلبه بر داعش دانستند. فرانسوا اولاند در این کنفرانس مطبوعاتی همچنین ضرورت تقویت اپوزیسیون سوریه را مورد تأکید قرار داد. رئیس جمهور فرانسه گفت حملات هوایی ضروری هستند اما نمیتوانند کافی باشند و باید با اقداماتی بر روی زمین همراهی بشوند. در عراق این مسئولیت ارتش عراق و پیشمرگه های کردستان است تا کاری کنند که بتوان مناطق را باز پس گرفت. پیشمرگه ها این کار را انجام میدهند ولی ارتش هنوز این کار را انجام نمیدهد. لذا ما از دولت عراق خواسته ایم بزرگترین اتحاد ممکن را تشکیل بدهد تا همه جوامع عراق به قدری به ارتش اعتماد داشته باشند که بتوانند مؤثر واقع شوند. فرانسوا اولاند افزود نقش فرانسه در سوریه این است که پشتیبانی نظامی و حمایت لازم را از ارتش آزادی و اپوزیسیون دموکراتیک سوریه به عمل بیاورد. چندین ماه است که در حال انجام این کار هستیم. ما با ترکیه نیز همکاری می‌کنیم تا بتواند مرز خود را بگشاید و مناطق حفاظت شده ای ایجاد کند تا بتوانیم در آنجا سربازان ارتش آزادی سوریه را آموزش بدهیم و آنها بتوانند مناطق را باز پس بگیرند. استفن هارپر نخست وزیر کانادا نیز تصریح کرد نمیتوان فقط با حملات هوایی داعش را شکست داد. طبعا به نیروی زمینی نیز نیاز است. به یک توافق سیاسی در بغداد نیاز است تا بخش‌هایی از کشور که توسط داعش اشغال شده خود را جزی از عراق و حاکمیت آن بدانند. تلاش ما در همین راست است. حاکمیت عراق باید شامل سنی ها هم باشد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با اشاره به مقاله اخیر لوران فابیوس درباره ضرورت نجات دادن شهر حلب از چنگ اسد و داعش گفت هدف مقاله وزیر خارجه به طور مشخص این است که یادآوری شود ائتلاف ملی سوریه امروز تنها طرفی است که آینده یک سوریه دموکراتیک را نمایندگی می کند. نباید مردم سوریه را بین بشار اسد در یک طرف و قاتلان داعش در طرف دیگر به دام انداخت. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اضافه کرد که تلاش‌های این کشور برای حمایت از ائتلاف ملی سوریه در پهنه دیپلماتیک ادامه دارد.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه بار دیگر بر ضرورت مقابله با رژیم اسد و ایجاد یک منطقه امن در مناطق مرزی تاکید کرد و نسبت به تشدید حملات دیکتاتور سوریه به شهرهای سوریه هشدار داد. وی که پس از دیدار با جنرال‌های ارشد ترکیه با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت: ما وقایع شهر حلب را با نگرانی دنبال می‌کنیم. اگر حلب سقوط کند، ترکیه با یک بحران بزرگ، بسیار جدی و نگران کننده پناهجویان مواجه خواهد شد. به همین دلیل ما خواهان یک منطقه امن هستیم. داوودوغلو اضافه کرد نیروهای اسد با بکارگیری بشکه‌های انفجاری در مناطق تحت کنترل ارتش آزادی سوریه دست به قتل عام‌های گسترده می‌زنند. نخست وزیر ترکیه همچنین گفت رژیم اسد باعث ظهور تهدید داعش شد و سپس وضعیت ایجاد شده توسط داعش راه را برای اسد هموار ساخت تا فشار را بر حلب افزایش بدهد. رژیم اسد با استفاده از تمرکز جهان روی تهدید داعش در عراق و کوبانی به تازگی حملات خود را بر شهرهای عمده مثل حما و ادلب تشدید کرده است. وزارت خارجه آمریکا جلسه متشکل از اعضای ائتلاف بین المللی علیه داعش در واشنگتن با حضور وندی شرمن معاون وزارت خارجه و بیش از 35 سفیر مستقر در واشنگتن برگزار کرد. در این جلسه جنرال جان آلن نماینده ویژه باراک اوباما در ائتلاف بین المللی و سایر مقام های ارشد آمریکا حضور داشتند. شرکت کنندگان در جلسه بر 5 اقدام ائتلاف علیه داعش تاکید کردند: حمایت از شرکای نظامی منطقه‌ای، متوقف کردن رفتن اتباع خارجی به نزد داعش، قطع دسترسی داعش به درآمد مالی، برآورده کردن فوری نیازهای انسان دوستانه و مقابله با فعالیت‌های اینترنتی داعش. فرانسه و عربستان سعودی روز سه‌شنبه در ریاض قراردادی را برای ارسال تسلیحات فرانسوی به لبنان منعقد کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این قرارداد به یمن کمک 3 میلیارد دلاری عربستان محقق می‌شود. لوران فابیوس با صدور بیانیه‌ای از انعقاد این قرارداد استقبال و اعلام کرد این قرارداد به تقویت ارتش لبنان که حافظ اتحاد و ثبات این کشور است کمک می‌کند. این قرارداد نشان دهنده کیفیت فوق‌العاده روابط بین فرانسه و عربستان سعودی است. روزنامه فرانسوی تریبون طی گزارشی در این رابطه نوشته است: تا مدتی قبل چندین منبع نزدیک به پرونده مذکور بدبینی خود را نسبت به احتمال عقد چنین قراردادی بیان کرده بودند، اما به گفته منابع مطلع عاملی که باعث انعقاد این قرارداد شد پیشنهاد رژیم ایران حامی حزب الله برای کمک 1 میلیارد دلاری نظامی به لبنان بوده است، امری که نگرانی عربستان سعودی را برانگیخته بود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد پنتاگون در ایجاد برنامه آموزش و تجهیز نیروهای اپوزیسیون مدره سوریه در حال پیشرفت است. جان کربی گفت مربیان این برنامه از کشورهای مختلف ائتلاف بین المللی خواهند بود و نه فقط از آمریکا. وی با تاکید بر اهمیت سرعت بخشیدن به روند شروع این طرح اضافه کرد: ما در پی عملی کردن برنامه آموزش و تجهیز اپوزیسیون مدیره هستیم تا بتواند از شهروندان، شهرها و روستاهایش به خوبی دفاع کند و به مقابله با داعش بپردازد. به گزارش تلویزیون رافدین، وزارت دفاع ایتالیا تصمیم به اعزام 280 نظامی برای کمک به نیروهای دولتی عراق گرفت. وزیر دفاع ایتالیا گفت مقر آنها در منطقه کردستان خواهد بود و اقدامات برای مشخص کردن مناطق کار آنها در جریان است. تلویزیون از تغییر فاش ساخت هواپیمای روسی سلاح قاچاق وارد عراق کرده است. این منبع گفت بزرگترین قاچاق سلاح که از طریق هواپیمای روسی با اسناد قلابی وارد کشور شده است خنثی شد. این هواپیما با 40 تن سلاح و مهمات از جمهوری چک پرواز کرده
و به بهانه حمل سیگار وارد عراق شده است. به گزارش از تغییر، فرودگاه سلیمانیه به این هواپیما اجازه فرود نداده، ولی در فرودگاه بغداد به بهانه سوختگیری فرود آمده است. تلویزیون از تغییر افزود حیدر العبادی دستور داده است که این محموله سلاح در انبارهای فرودگاه بغداد انبار شود و تحقیقات فوری در این باره صورت گیرد. به گزارش تلویزیون تغییر، عبادی نخست وزیر عراق فرمانی مبنی بر جابجایی کادرهای دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح به دستگاه‌های خاص را صادر کرد. تلویزیون تغییر گفت دو سند دولتی به دست آورده است که یکی از آنها از طرف دفتر نخست وزیر و دیگری از طرف دبیرخانه شورای وزیران صادر شده و در آنها آمده است حیدر عبادی دستور داده است که دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح منحل شود. خانواده های قربانیان واقعی اسپایکر در زیقار دست به تظاهرات زدند و خواستار محاکمه مالکی شدند. تلویزیون الحره گزارش داد تظاهر کنندگان خشمگین از بستگان قربانیان اسپایکر در اعتراض به کندی اقدامات ویژه در کشف سرنوشت فرزندانشان ساختمان شورای استان زیقار را سنگباران کردند و به داخل ساختمان یورش بردند. یکی از اعتراض کنندگان گفت علت این وضعیت مالکی است، برای اینکه برای دور سوم نخست وزیری انتخاب شود مالکی باید محاکمه شود. هیومن رایت واچ در گزارش مستندی شبه نظامیان عصائب وابسته به حکومت آخوندی را عامل قتل عام نمازگزاران مسجد مصعب ابن عمیر در دیالی در اوت گذشته معرفی کرد. در این حمله 34 تن به قتل رسیدند. در این گزارش که بر اساس گفته شاهدان و کسانی که از این کشتار جان سالم به در بردند تهیه شده آمده است، شبه نظامیان که در میان آنها تعدادی با لباس پلیس عراق نیز وجود داشتند به این مسجد در زمان برگزاری نماز جمعه حمله کردند. هیومن رایتس واچ که به وزارت خارجه آمریکا نزدیک است، از دولت عراق خواستار انجام تحقیق در رابطه با این قتل عام و دستگیری عاملان آن شد و از دولت آمریکا و همپیمانانش خواست تا زمانی که حکومت عراق جلوی تجاوزات و نقض قوانین توسط نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان را نگرفته است، کمک‌های خود را به نیروهای امنیتی این کشور به حالت تعلیق درآورد. این سازمان اعلام کرد عدم حسابرسی از این شبه نظامیان آنها را در انجام جنایاتشان جریتر و وحشیتر کرده است. هادی البحره رئیس ائتلاف ملی سوری شرط پیروزی حملات ائتلاف بین المللی در ریشه‌کنی سازمان تروریستی داعش را وجود یک نیروی زمینی دانست که همزمان با حملات هوایی بتواند خلأ مناطقی را که داعش از آنها رانده می شود را پر کند و از ائتلاف بین المللی خواستار حمایت از ارتش آزادی سوریه در نبرد علیه داعش و رژیم اسد شد. رئیس ائتلاف ملی سوریه همچنین بر ضرورت هماهنگی کامل میان حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی و حملات ارتش آزادی سوریه بر روی زمین برای مبارزه با داعش و رژیم اسد شد و تأکید کرد و گفت عامل و مسبب اصلی تروریسم وجود رژیم اسد است. این رژیم پای تروریسم را به منطقه کشانده و از آن به عنوان وسیله‌ای برای چسبیدن به کرسی حکومت بهره می‌برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اثر بمباران یک مدرسه در محله قابون در حومی دمشق توسط نظامیان اسد 11 کودک سوری کشته شدند. از سوی دیگر بمباران محله جوبر و سایر مناطق مسکونی در حومه دمشق نیز به شدت ادامه داشت و شهر رستن در حومه هومس نیز با بشکه‌های انفجاری هدف قرار گرفت و 20 شهروند سوری در این شهر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. سرانجام جمهوری خواهان با پیروزی در انتخابات میاندوره کنگره آمریکا
علاوه بر مجلس نمایندگان، اکثریت مجلس سنا را نیز در اختیار گرفتند. با پیروزی جمهوری خواهان با کسب 52 کرسی مجلس سنا، میشل مک‌کانل رهبر اکثریت سنا به جای هری رید خواهد بود. دموکرات ها در سنا 55 کرسی در اختیار داشتند، اما با از دست دادن 6 کرسی سنا را به جمهوری خواهان واگذار کردند. در مجلس نمایندگان نیز جمهوری خواهان 241 کرسی را از آن خود کردند و اکثریت را حفظ کردند. تلویزیون CNN درباره پیروزی جمهوری خواهان گزارش داد تغییر چشمگیری صورت گرفته و باید آن را موج جمهوری خواهان و طرد شدن خجالت آور کاخ سفید بنامید. در نقطه فعلی تغییر عمده‌ای در سنای آمریکا شروع شده است. جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان نیز به بالاترین آمار اکثریت در مجلس از زمان جنگ جهانی دوم دست پیدا کردند. ناظران بین المللی و مطبوعات آمریکا و دیگر کشورها آرای مردم آمریکا در این انتخابات و کسب اکثریت و رهبری سنا و کنگره توسط جمهوری خواهان را شکست بزرگی برای سیاست‌های مماشات جویانه اوباما در قبال رژیم ایران و همچنین دیکتاتور سوریه ارزیابی می‌کند. رادیو آلمان در تفسیری در این باره گزارش داد جمهوری خواهان آمریکا با فتح مجلس سنا عرصه را بر باراک اوباما تنگ کردند. تغییر توازن قدرت در کنگره می تواند برنامه های اوباما در زمینه سیاست خارجی از جمله مناقشه اتمی با رژیم ایران را تحت شعاع قرار دهد. در حالی که رفتار سرکوبگرانه نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینیان در درگیری های بیت المقدس اعتراضات عربی و بین المللی را برانگیخته است، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی خواستار تأسیس کشور فلسطین شد. وی گفت اتحادیه اروپا بایستی با شناسایی کشور فلسطین رو به جلو حرکت کند. وی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود در پست جدیدش به عنوان نماینده عالی امور خارجی اتحادیه اروپا گفت من خوشحال خواهم شد که تا پایان ماموریت خودم در اتحادیه اروپا یک کشور فلسطین را ببینم. وی افزود برای حرکت رو به جلو در موضوع فلسطین اتحادیه اروپا بایستی در خاورمیانه حضور داشته باشد. وی تأکید کرد بحران فلسطین بیش از حد طول کشیده است و یک نسل در بحران رشد کرده است. به گزارش تلویزیون الجزیره، عفو بین الملل در گزارشی با عنوان خانواده ها در زیر آوار از کشتار صدها فلسطینی در غزه به عنوان جنایت جنگی نام برد. در گزارش عفو بین الملل آمده است نیروهای اسرائیلی با این حملات قوانین جنگ را نقض کرده و نسبت به غیر نظامیان روش‌های خشونت‌آمیزی را به کار گرفتند. عفو بین الملل از شورای امنیت می‌خواهد تا این پرونده را به منظور تحقیق به دادگاه جنایی لاهه ارجاع دهد. به آخرین خبر توجه فرمایید. یک حفره زیبا و عجیب در ابرهای آسمان استرالیا مردم را متحیر کرد. روز دوشنبه مردم جنوب استرالیا با صحنه بسیار زیبایی همچون یک حفره بسیار بزرگ در ابرهای آسمان حیرت زده شدند. در میان این حفره عظیم رنگین کمان بسیار بزرگی نیز خلق شده بود. در دید اولیه این شکل به چشم می آمد که بخش عظیمی از توده ابر در آسمان فرو پاشیده و یک حفره ایجاد شده است. متخصصین تئوری شکل گیری این حفره را چنین توضیح دادند که توده ابر مربوطه در یک نقطه انجمادی بوده است، ولی بخش حفره عظیم موجود زودتر از پیرامون خود آب شده و این خود صحنه زیبای حفره در ابر و رنگین کمان را خلق کرده است. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان می‌رسد. خدا نگهدار شما.